ادامه مبحث خودکشی رو پی میگیریم. این ساعت میخواییم وارد کارهای بالینی و عملی تر بشیم. طرز دادن مشاوره یا طرز برخورد با اونایی که ریسک خودکشی دارند. من این مبحث رو هم برای روانپزشکان، هم برای پزشکان و هم برای روانشناسان بالی، مشاورا و مددکارا توصیه میکنم. واقعا بیماران سویسایدال رو چگونه باید مشاوره بدیم؟ چگونه باید با اینها برخورد کنیم؟ میخواییم راجع به این صحبت کنیم. خب چند تا اصل کلی وجود داره، چند نکته کلیدی وجود داره که یک مشاوره موفق و مؤثر برای افرادی که ریسک خودکشی دارند چه اجزایی داره، چه ارکانی داره. و مشاوره موفق معنیش واضحه، به نوعی فکر طرف رو از خودکشی کردن به سمت علاقمندی به زندگی کردن و انصراف از قصد خودکشی در واقع دنبال کردن. توی این اصول کلی که در این مورد وجود داره، من این موارد رو خدمتتون ارائه میدم. اینا موارد کلی تر هست، بعد به سبک‌ها و روش‌های اختصاصی تر میرسیم. نکته اول که خیلی هم کلیه، اونم اینه: اتصال درمانی اهمیت بسیار بالایی دارد. اون چیزی که ما بهش میگیم therapeutic alliance. خیلی مهمه کسی که قصد خودکشی داره این احساس رو بکنه که اون مشاور، پزشک، مددکار یا درمانگری که جلوش نشسته خیلی خوب او رو درک میکنه، با او احساس همدلی داره، مشکلات او رو میفهمه و متقابلا درمانگر احساس کنه که بیمار در واقع به نوعی به من اتصال درمانی پیدا کرده. معنی سادهش، خیلی بخوایم سادهش کنیم، اینه که به نظر میاد تو همون چند دقیقه اول درمانگر باید چشم بیمار رو بگیره. یعنی بیمار احساس کنه این یه آدمیه که قادره به من کمک کنه. و جالبه، حتی بعضیا میگن 4-5 دقیقه اول تعیین میکنه که آیا درمان ادامه پیدا میکنه، موفق میشه، یا اینکه بیمار ول میکنه و ریسک خودکشی درش باقی میمونه. این مهمه که احساس کنه که آره، این مشاوری که اونجا نشسته اولا کارشو بلده، دوما میخواد به من کمک کنه، سوما نتیجه این رفت و آمدها به نوعی کمک و تغییر ذهن من و خلاص شدن من از فکر خودکشیه. اینجا چند تا اسطوره وجود داره که باید اونا رو بشکنیم. مثلا بعضی ها اینو میگن کسی که بخواد خودش رو بکشه کاری به این کارا نداره، اون کار خودش رو میکنه، مشاوره و اینها وقت تلف کردنه. این کاملا غلطه، چون ما در ساعات قبل به اون اشاره کردیم. خودکشی به نوعی یک حالت امبیوالنته، حالت دوگانه است. یعنی طرف همزمان حس میکنه که میخوام خودم رو بکشم، همزمان احساس میکنه که کمک لازم دارم. و خیلی ها این ژست‌های خودکشی، این اقدامات خودکشی، تلاش برای گفتن که من میخوام خودکشی کنن رو نه حرکات نمایشی بلکه cry for help، در واقع فریاد برای کمک تلقی میکنن. یعنی بیمار داره میگه به من کمک کنید. پس خیلی مهمه که اون درمانگر بتونه ارتباط درست درمانی عاطفی با بیمارش برقرار کنه. و نکته مهمی هم که در مورد خودکشی وجود داره اینه که نیاز به گذشت زمان زیاد برای شکل گیری اتصال درمانی الزامی نیست. توی بعضی از روان درمانی ها، حالت های روانکاوی، شکل گیری ترانسفرنس میگن خیلی زمان میبره. اما توی کسی که خودکشیه، حالا به دلیل اینکه مستعصل، ناامیده، به نوعی همزمان دوست داره زنده بمونه، نمیخواد خودشو بکشه، واقعا تو چند دقیقه ممکنه مجذوب درمانگرش بشه و احساس کنه که آره، این به من کمک میکنه، لااقل بذار وایسا ببینم این داره چه کار میکنه، آیا این میتونه منو از خودکشی کردن منصرف کنه، آیا میتونه کمکم کنه که من به زندگی آویزون بمونم. پس چند دقیقه اول یا چند جلسه اول خیلی اهمیت داره. حتی جالبه، بعضیا میگن که این اتصال درمانی میتونه به قبل از جلسه اول هم برگرده. یعنی همینه که بیمار رو شما تو راه رو دیدید، بیمار تلفن زده، دکتر حالم بده، من چیکار کنم؟ و شما میگی پاشو بیا اونجا. تکنیکایی وجود داره، طرز برخوردهایی وجود داره که به نظر میاد تو همون چند دقیقه هم نتیجه رو میتونه تغییر بده. خب یه زمانی صحبت بر سر این میشد که اتصال درست درمانی تو ذات درمانگره. بعضی درمانگرا قدرت خوب امپاتی دارن، بعضی درمانگرا خوب مریض رو میفهمن، بعضی درمانگرا خوب بلدن مشکلات بیمار رو میمیک کنن، به خودش برگردونن.
و در واقع تو ذاتشه، دست خودش نیست. یکی اتصال درمانی خوب شکل میده، یکی خوب شکل نمیده و به شخصیت درمانگر برمیگرده. امروز این قضیه تا حدی زیر سواله. میگن فقط شخصیت نیست، به نظر میاد تکنیک های مصاحبه هم هست. یعنی شما اگر بعضی تکنیک ها رو به کار ببری، اتصال درمانیت بهتر میشه و در این حال بیمار پیشرفت زیادی تو همون جلسات اولیه میکنه، جلسات ضربتی. بیا چند تا از این تکنیک ها رو نگاه کنید. نوعی ساختار در مصاحبه های اولیه ایجاد کنید. مثلا تو همون مصاحبه اول یه بیماری آژیته اومده، داره از هر دری صحبت میکنه. میخوام خودم رو بکشم، از زندگی سیر شدم، دیگه نمیخوام زنده باشم، اصلا شما چی کار به کار من دارید؟ شما برای چی به من حرف میزنید؟ اصلا تو کی هستی اونجا نشستی میخوای به من مشاوره بدی؟ ممکنه همه این حرفا رو بزنه، یا برعکس ممکنه اصلا تو فاز انکار باشه. من اصلا حوصله ندارم، سوال نکنید، من میتونم برم. شما آخه چی رو میخواید بدونید؟ زندگی من دونستن داره. آره بدبختم، بدبختی های من برای شما مهمه. ممکنه همه اینها رو بخواد رو بیاره. یک تکنیک در اینجا ایجاد ساختار در مصاحبه است. مثلا شما بگید خب اجازه بده بیا این کارو بکنیم، 10 دقیقه شما راجع به این مشکلت صحبت کن، 5 دقیقه من میخوام با خانوادت صحبت کنم، بعد بر میگردیم 10 دقیقه دیگه از شما راجع به گذشتت میپرسم، بعد اگه شما سوالی داشتید شما از من سوال میپرسی، و کل مصاحبه ما اینجوری میشه نیم ساعت. به این میگن دادن نوعی ساختار. از قبل بهش بگین چقدر وقت داره، وقتش چجوری تقسیم میشه، قرار راجبه چه چیزایی صحبت کنه، 10 دقیقه مال خودت هرچی دوست داری بگی، 5 دقیقه جواب سوالای منو بده، 10 دقیقه اگه خواستی با این نفر دیگه صحبت کنم. ببین ساختارش از پیش تعیین شده نیست، شما باید تعیین کنی. یعنی کتابچه‌ای ننوشته که 5 دقیقه اینو بگید 5 دقیقه اونو بگید. فقط برای بیمار مشخص کنید که الان که اومدی اینجا قرار نیست همینجوری فقط اشک بریزی و حرف بزنی. من میخوام ازت 5 دقیقه بهم بگی چی شده، بعد 5 دقیقه من از حالتات سوال میکنم، 5 دقیقه به من بگی چه مشکلات اصلی وجود داره، بعدش اجازه بدی راجع به این صحبت کنیم، بعد راجع به این صحبت کنیم، بعدش من یه دونه دارو برات می‌نویسم، یا بعدش من شما رو ارجاع میدم به جای دیگه. به نوع بیمار بدون چه اتفاقی قراره بیفته نشون داده شده تو جلسات اولیه. اگر استراکچر به بیمار بدی، چون آژیته است، مستعصله، کلافه است، تو مرز خودکشیه، یه دفعه آروم میشه و یک احساس ارتباط درمانی شکل میگیره. پس این شد نکته اول. نکته دوم، به نظر میاد برای بیماران، حالا اونایی که کمتر سویسایدالن، فکرش رو دارن، یعنی در اون لحظه خطر نداره، دادن تکلیف و پیگیری خیلی مهمه و لازمه درمانگر یه ذره فعالتر باشه. اینجا فقط گوش دادن نیست، فقط من بشینم گوش بدم و ببینم این چی میگه. گاهی اوقات بیمار رو موظف کنن که این کار رو بکن، میخوام تا فردا این کارا رو انجام بدی، تا فردا راجع به این مسائل فکر کنی، این نیم ساعت بری بیرون و به من این لیستا رو پر کنی، چه چیزی تو زندگی اذیتت میکنه، الان دوست داری چه اتفاقی بیفته، حالا بعدن این رو خواهم گفت. پس یه مقداری نقش فعال و دادن تکلیف و پیگیری اهمیت داره، حتی میان کلام خودم در واقع. ببخشید صحبت اینجوریه، یه نفر زنگ زده خودکشی میخواد بکنه، حتی میگن تو اون جلسه نگو خب 2 ساعت دیگه بیا درمونگا من ببینمت، میگن حتی همونجا هم شروع کن یه تکلیف بهش بده. مثلا خب من فکر میکنم شما رو من لازمه ببینم و این حالتایی که داری به من میگی حالتای نگران کننده ایه، 4 بعد از ظهر من تو مطب هستم، تشریف بیارید ببینمتون، اما دوست دارم تا اون موقع برای من بگی که چه چیزایی اذیتت میکنه و از همه مهمتر فکر کنی، برای من فهرست کنی دوست داری چه چیزایی تو زندگی درست بشه. یعنی همین که از در میای بیرون، از در میای تو، بگی که آره برای من 3 تا قلمی رو که قراره دوست داری اتفاق بیفته یا من روش برای شما نظر بدم رو روش فکر کن، بیا به من بگو. یعنی ذهنشو تو همون چند ساعت انتظار وادار میکنی تکلیف حل کنه، و بیشتر تکلیف هم حالا باز خواهم گفت بهتر روی سولوشن فوکس باشه نه پرابلم فوکس. یعنی مثلا خب دوست داری میای پیش من، به من ساعت 4 شما رو میبینم، قرار میذاریم قرار 35 دقیقه بهت وقت بدم و تو اون 35 دقیقه همه این مسائل رو صحبت کنیم، خواهش میکنم تا اون موقع فکر کن که دوست داری راجع به چی صحبت کنی، به خصوص به من یک فهرستی بده
از کارهایی که دوست داری برات اتفاق بیفته یا تغییرات مثبتی که دوست داری تو زندگیت شکل بگیره. یعنی همونجا تخم تکلیف و فکر کردن در مورد سلوشن ها رو تو ذهنش میکاری. حتی اگه به سلوشنی هم نرسه، نشون دادن همین که فکرشو اینجوری درگیر میکنی، هم الائنس شما میره بالا، هم احتمال خودکشی میاد پایین تر. 3. میگن سبک مصاحبه شما باید نظام مصاحبه انگیزشی باشه، موتیویشنال اینترویو. که موتیویشنال اینترویو رو من نمیخوام اینجا درس بدم، سی دی جدا داره میدم خدمتتون. در اون معمولا هسته هایی وجود داره، مثلا گوش دادن فعال، سوالات باز، جمع‌بندی کردن، به سطح آوردن های تناقض، دادن احساس اتونومی و حس در واقع سلف افیکیسی به بیمار و همچنین یک حس مسئولیت پذیری. پس این سبک مصاحبه انگیزشی فقط تو ذهنتون باشه، مدل های موتیویشنال اینترویوینگ هست که این موتیویشنال اینترویوینگ رو من در سی دی جدا به صورت مبسوط برای شما در حد چند ساعت سی دیش رو آماده کردم. مورد چهارم، اینا هم باز خورده تکنیک هاییه که کمک میکنه اون شکل بگیره. هر جا بیمار صحبت از بدبختی، صحبت از ناراحتی، صحبت از بدشانسی، صحبت از بدبیاری میکنه، برای اینکه تخم امپاتی و اون تراپیوتیک الائنس رو بکارید، بهش بگید که به من مصداقهای عینی بده. مثلا آدم اومده میگه ببین از زندگی سیر شدم، واقعا تو این زندگی من یه آب خوش از گلوم پایین نرفت، هیچ موردی شانس نیاوردم. میگه خب برای من مورداشو بگو. میگه خب هیچ چیز شانس نیاوردم دیگه. میگه خب پس بیا شروع کنیم سه چهار تای مهمشو بگو. منظورت چیه؟ منظور تحصیلاته، بچه هست، ازدواجه، فیزیکته، شغله، و ازش بخواین راجع به مثال‌ها به صورت مبسوط صحبت کنه. پس این چهار تکنیک کمک میکنه که تو همون جلسه اول به نوعی شما اتصال درمانی خوب داشته باشی. خب اینو تو ذهنتون نگه دارید. بریم اسلاید بعدی. اگه آماده هستین راجع به این صحبت کنم. به صورت سنتی و کلاسیک میگن سبک برخورد درمانگر به خصوص روانپزشک با خودکشی بیشتر جنبه اقتدارگونه یا اقتدارگرایانه داره، یک نوع اتوریتاریان هست و در واقع میگن این اتفاق میفته. معمولا میگن یه بیمار میاد، شما اول ارزیابیش میکنی. ارزیابی یعنی ببینی خلقش چطوره، روحیش چطوره، چقدر ریسک خودکشی داره که تو همین ساعت من راجع به این صحبت خواهم کرد. تو مرحله بعد معمولا تشخیص میذاری، میگی من احساس میکنم بیمار میجر دیپرشنه، احساس میکنم بیمار بوردر لاینه، یا احساس میکنم افسردگی بعد از ترک مواد داره، و معمولا سیاست بستری رو در پیش میگیرید یا یک سیاست اقتدارگونه که مثلا باید درمان بشی. خب من فکر کنم باید شوک بگیری، باید دارو برای افسردگیت بگیری، چون ریسکت بالاست باید بری بخوابی بیمارستان، باید همین الان بفرستنت برای ECT. به این مدل اصطلاحاً میگن مدل اقتدارگونه یا مدل ریداکشنیست. اساس این مدل اینه، شما ارزیابی میکنی، تشخیص میذاری، درمان میکنی. و میگن این خیلی شباهت داره به برخوردهای اقتدارگرانه دیگه در پزشکی. مثلا یه نفری با گلو درد میاد پیش شما، شما ارزیابی میکنید، درجه تب میذارید، اگه لازمه سواب میذارید کشت میدید، تشخیص مثلا فارنجیت میدید، اگه لازم بود عمل اینویسیو میکنی، اگه لازم نبود یه درمانی میدید بره خونه. ببین بیمار در این فرایند خیلی منفعله، یعنی اون گوشه افتاده، شما میخوای جلوی خودکشیش رو بگیری. دوستان عزیز، در بسیاری از موارد اپروچ ریداکشنیستیک لازمه. یعنی یه مریض سایکوتیک، مریض بایپولار جدی، چون یادتون باشه گفتیم بایپولارها خیلی خودکشی میکنن، بالاترین و مرگبارترین بیماری روانپزشکیه، گاهی اوقات این اپروچ ریداکشنیستیک الزامی است. یعنی اونجا شما دیگه حوصله یا وقت یا امکان بقیه تکنیک ها رو ندارید. اما با افزوده شدن سرویس های سرپایی، مراکز مشاوره و همچنین توجه به اینی که خیلی از اونایی که خودکشی میکنن تو مراحل اولیه قابل شناسایی هستند و در اون مرحله واقعا بستری کردن خیلیه دیگه. حالا طرف میگه گهگاه فکرش میاد،
یه احساسایی میاد، دو دلم، نمیدونم، تا حالا اقدام نکردم، ریسک خیلی بالا نیست. ادهی معتقدن شما باید برخوردتون رو دیگه خیلی اقتدارگونه در نیارید. این مال اورژانس بیمارستانه روز بهه. ولی خیلی از رزیدنت ها، خیلی از روانپزشکا، خیلی از روانشناس های عزیز، اینها سر پایی جاهای دیگه کار میکنن که اینقدر هم مریض ها کمپلیکه و شدید نیستن. برای همین بعضی ها میگن نظام همکاری، کلابوریتیو، به جای ریداکشنیستیک یا اوتوریتاریان توصیه میشه. نظام کلابوریتیو معنیش اینه که ببین مریض همچینم اونجا ماست نیست، چلمن نیست، نمیدونم ناتوان نیست، افتاده اونجا، شما بیای دستشو بگیری، جلو خودکشیشو بگیری. بالاخره حس مسئولیت داره، اونم یه احساس میکنه که منم باید تلاش کنم روی زندگی برگردم، اینجورم نباید واداده باشم. و در این حال شما موقعت اقتدار نداری که هی دستور بدی برو بخواب، برو شوک بگیر، کار دیگه کن. یه مریض فانکشناله، داره زندگیشو میکنه، با فکر خودکشی اومده جلو. پس این مال مراکزی است که بیشتر سر پایی، مرکز مشاوره دانشجویی. خیلی از دانشجو داره درس میخونه، همزمان میگه من میخوام فکر خودکشی کنم. شما اتوماتیک همه رو که این حرفو میزنن که بستری نمیکنه، یا همه رضایت نمیدن که اونجا منفعل وایسن که هرچی شما دستور میدی. بالاخره اونم یه اراده و ایجنسی، احساس خود اتکایی داره. پس به این میگن نظام همکاری، کلابوریتیو. و نظام همکاری تو سالهای اخیر خیلی رشد کرده. دیگه اینجوری نیست که ببرید اورژانس، اگرم خودش راضی نیست یا هالوپریدول بیپریدین بهش بزنید بخوابونید ببرید بعد فردا هم به شوک بدید. برخورد خیلی متفاوته و من فکر کنم تو این زمینه آموزش یه مقدار کم دارید. خب به چند نکته توی نظام کلابوریتیو به جای ریداکشنیستیک یا اتوریتاریان نگاه کنید. اولا حس امبیوالنس به زندگی و خودکشی رو درک کنید. ادوین شنایدمان یادتونه، همه امبیوالنس دارن، هم میخوان خودشونو بکشن، هم میخوان زنده بمونن. پس اگه با اون خودی که دوست داره زنده بمونه هم پیمان بشید، اونو تقویت کنید، اون میتونه جلو اون یکی خوده وایسته. پس اون اسطوره ها رو بذارید کنار که خب ببین اگه این واقعا میخواست خودشو بکشه پس میرفت میکش دیگه. پس اینی که یه اقدام به ظاهر سطحی تر کرده، چند تا خراش سطحی داده یا داروی کم خورده، پس نشون میده فیلمشه، اینو ولش کن. اون طرفی هم میشه قضاوت کرد که خب کسی که بخواد خودشو واقعا بکشه دیگه پیش ما نمیاد، این که اومده پیش ما پس معلومه نمیخواد خودشو بکشه، پس اون میره خودشو میکشه، پس ما این وسط چیکاریم؟ جوابش اینه که همه اینها احساس دوگانه دارند، امبیوالنس دارند. پس شما حس دوگانه به زندگی و خودکشی در بیمار رو درک کنید. و مهم اینه که در نظام کلابوریتیو نه تنها درک میکنید، بلکه این پیام رو به بیمارم میدید. اصلا اگه کسی با مصاحبه انگیزشی آشنا باشه، اساس مصاحبه های انگیزشی بهش میگن ترازویی، balanced approach. مثلا به بیمار اینو میگی، میگی از یه طرف تو زندگیت خیلی سیر شدی، خسته شدی، دیگه حس میکنی راهی وجود نداره، از یه طرف دیگه دلبستگی هایی داری، میخوایی اونا رو به سرانجام برسونی، دوست نداری از این زندگی دست بکشی، به زندگیت علاقه‌مندی و این وسط مون. این نظام‌های انگیزشی معمولاً این محتوا رو دارند. خب پس در اینجا شما امبیوالنس رو درک می‌کنید و به بیمار منتقل می‌کنید. میگی آره من احساس می‌کنم بخشی از وجودت از این زندگی خسته شده، خودت هم فهمیدی، ولی بخش دیگه‌ای داره مقاومت می‌کنه. و این میشه فتح بابی برای ادامه مشاوره شما. امبیوالنس رو به رسمیت بشناسید، به سطح بیارید و به رخ بیمار بکشید. البته منظورم به رخ کشتن سرزنش و مسخره نیست، میدونید دیگه. کار دوم، اصطلاحاً میگن normalizing or contextualizing یا normalizing میل بیمار به مرگ و خودکشی. یعنی ببین نباید اینجوری منتقل کنی که ببین تو حتما دیوونه ای، تو کلت خرابه، تو مریضی میخوای خودتو بکشی. اتفاقاً باید درک کنی و به بیمار نشون بدی درک میکنی. مثالهاش اینجوریه، ببین من میتونم اینجوری فکر کنم که شاید خیلیا جای تو بودن فکر خودکشی به سرشون میومد، یا من خیلی به خاطر فکر خودکشی الان سرزنشت نمیکنم، یا من خیلی تعجب نمیکنم که میخوای خودتو بکشی. تو شرایط تو، تو وضعیت تو، تو اون چیزی که تو کشیدی، این احتمال هست یه عده خودشونو بکشند.
من این احساس تو رو به رسمیت میشناسم و نه تنها به رسمیت میشناسم، باورم اینه که خب یه چیزیه که به عقلت رسیده دیگه، مثل تو به عقل خیلی ها ممکنه برسه که خودشون رو تو این شرایط بکشن. و این نشان دهنده معیوب بودن فکر تو، روانی بودن تو یا دیوونه بودن تو نیست. ببینید نورمالایزینگ یعنی نورمال دانستن. افراطیش اینه که آره من دارم فکر میکنم این فکر تو یه نتیجه طبیعی از اون شرایطیه که برات درست شده. حس میکنی هیچ راهی نداری، حس میکنی هیچ امیدی نیست، احساس میکنی زندگیت به ته خط رسیده. خب طبیعیه، جمله من نگاه کنید، طبیعیه تو این شرایط بعضیا به این فکر بیفتن که زندگیشون رو تموم کنند. یا تو این کانتکستوال یعنی چی؟ یعنی محیطی. تو این شرایطی که تو هستی فکر خودکشی همچینم غیر عادی نیست. فراموش نکنید بهش بازخورد مثبت نمیدید، به به چقدر فکر بریلینتی، چقدر فکر نابغه، ولی قبول دارم که این فکرت یه فکریه که خیلی اتفاق میفته و یه نتیجه طبیعی و استنتاج طبیعی از این مشکلاتی است که تو اعلام کردی. پس به رسمیت میشناسید. نمیگی والا من اصلا نمیتونم بفهمم تو باید چرا خودتو بکشی، چرا یه آدمی مثل تو باید خودشو بکشه، حتما کلت خرابه، این همه امکانات داری همچون. نه، خودکشی کردن افراد اتفاقا براشون تو اون خورده نظام فکری یک فکر منطقی و عقلانی و طبیعی حساب میشه و شما اون رو باید در واقع درک کنید. سعی کنید که دیدگاهی ساده شده به بیمار در مورد خودکشی بدید. این اقدام سوم شماست. دیدگاه ساده شده چیه؟ همون مباحثی است که ساعت قبل صحبت کردی. درس نمیدید، سخنرانی نمی کنید، ولی برای بیمار میگی که ببین من نمیدونم ولی با این بحثی که کردیم حس میکنم ناامیدی ریشه خودکشی توه و ناامید شدن یکی از زمین سازهای خودکشیه، یا احساس شرمت یکی از زمین سازهای خودکشیه، یا من حساس میکنم یه جوری ترس از مرگ نداری، یه جوری احساس میکنی زندگیت با مرگ همچین فاصله ای نداره و اینقدر مرگ باهات معنوسه که حس میکنی رفتن به سمت مردن برات خیلی راحته. یعنی اون تئوری هایی رو که تو ساعت قبل ما توضیح دادیم، تئوری شنایدمان در مورد سایک ایگ، تئوری بک، اون خانم آبرامسون، خانم آلوی در مورد هوپلسنس، تنگنی در مورد گیلت و شیم، اون توماس جوینر، این نظریات سلف رگولیشن بومایستر، اینا رو میتونی به زبان ساده برای بیمار توضیح بدی. چون بیمارا خیلی موقع احساس میکنن من دیوونم، من پریشانم، من مغزم خراب شده، چرا میخوام خودم بکشم؟ بهش توضیح میدی آره آدم وقتی افسرده میشه ممکنه تصوراتش خیلی مثبت نباشه، بدبینانه باشه و خودش رو بکشه. این تفسیر ماست. حتی میتونی تفسیر بیولوژیک بری، چه اشکال داری؟ آره من احساس میکنم بیماری افسردگی ماژور گرفتی، تو افسردگی ماژور تغییراتی در نوروترانسمیترهای مغزت ایجاد میشه و در اون نظام احساس میکنی که هیچ فایده ای نداره و قصد خودکشی داری. خب پس برای بیمار میتونی تئوری علمی یه ذره بگید، ولی سخنرانی نکنید، مثل الانم درس ندید. سعی کنید با هم فکریش به یه تئوری برسید. بگی من الان دارم فکر میکنم تو این شرایطی که تو برای من تعریف کردی، خودکشی یه فکریه که به ذهن خیلی ها میاد و یک احساسیه که طبیعی میتونم فکر کنم با اون پیش حرفا و پیش شرطایی که تو گفتی، و من دارم فکر میکنم شرایط سخت خانوادگی باعث شده تو روحیت افسرده بشه، در کنار افسردگی ناامیدی داری و ناامیدی و احساس شرم و گناه یکی از زمین سازهای خودکشیه. پس سعی میکنید یه مقدار تئوریتایزینگ کنید، تئوری بهش بدید. اقدام چهارم در این نظام پیدا کردن هدفی مشترک برای درمانه، که معمولا این هدف میتونه خیلی لخت و عور نباشه که تو خودکشی نکنی، میتونه این باشه میخوام از درد روانیت کم کنم، از احساس شرمت کم کنم، از این احساس اینی که حس میکنی هیچ چیزی تو زندگی خوشحالت نمیکنه اون رو تغییر بدیم. به عبارت دیگر شما نمیای بگی هدف مشترکمون تو خودکشی نکنی، ممکنه قبول نکنه، بگی که اصلا به شما مربوط نیست، هدف مشترک چیزای دیگه است. این احساس سرزنش خود، این احساس ناکارآمدی، این احساسی که حس میکنی فیلیری، میخوایم روی این کار کنیم و این هدف رو در واقع برطرف کنیم. پس این میشه نظام همکاری یا کلابوراتیو.
در مقابل نظام اقتدارگرانه که تو دیگه حرف نزن، تو مریضی، تو افسردگی داری، باید بخوابی، درمان بگیری. خب چند نکته دیگر رو تو این نظام کلابوراتیو و نظام‌های مدرن رعایت کنید. این نکات رو من اینجا براتون گذاشتم. یک، با بیمار درباره اینکه باید خودش رو بکشه یا نکشه مجادله نکنید. مثلا که تو نباید تو این شرایط خودتو بکشی. آخه چه فایده‌ای داره؟ هیچ به این راحتی میخوای تسلیم بشی؟ تو این شرایط میخوای جا بزنی؟ خانواده‌ات چی میشن؟ بچه‌هات چی میشن؟ من فکر می‌کنم تو نباید این کار رو بکنی. باید فراموش نکنید که حق بیمار و توان بیمار در انتخاب مرگ رو باید به رسمیت بشناسی. آره، ببین این یه راه حله و تو هم بهش رسیدی. میگی که من میخوام خودم بکشم و من احساس میکنم که اگه بخوای تلاش بکنی میتونی این کار رو بکنی. اینجور نیست که آدم بی عرضه‌ای باشی، ناتوان باشی. مثل این فیلمای در واقع قدیمی دیدین که میخوان مثلا تو دل یارو خالی کنن که اون اقدام نکنه. تو نمیتونی این کارو کنی. تو بچه‌ای، تو عرضه این کارا رو نداری. تو اگه عرضه‌شو داشتی تا حالا این کارو کرده بودی. پس بی خود این فکرشو نکن. تو اصلا نمیتونی خودتو بکشی. بچه جون، تیغو بذار زمین. این بچه بازی‌ها رو بذار کنار. تو زور این کارا رو نداری. تو این کاره نیستی. نه، توان بیمار و حتی حقش رو در انتخاب مرگ به رسمیت بشناسید. آره. من فکر کنم یه آدم وقتی خیلی مستعصل میشه، انتخاب با خودشه. من جای تو نمیتونم تصمیم بگیرم. تو هستی که راجع به زندگیت تصمیم میگیری. من هیچ وقت نمیتونم بهت دیکته کنم چی کار کن. و تو هر انسانی حق داره. هر انسانی همون جور که حق داره نفس بکشه، هر انسانی که حق داره خونه داشته باشه، حق داره ازدواج کنه، حق داره درس بخونه، حق داره راجع به زندگی خودش و آینده اونم تصمیم بگیره. من اینو زیر سوال نمیبرم. خواهیم دید تو ساعت آخر این سی دی راجع به این مسئله بیشتر صحبت خواهیم کرد. چون نظام‌های سنتی باور بودن انسان حق نداره خودش رو بکشه. ولی خواهیم دید که الان در نظام روان درمانی میگن حق داری، ولی خب بایستی که راه‌های دیگه هست، آلترناتیوهای دیگه هست. نهایتاً حس مسئولیت با خودته. خودتی که باید راجع به خودت تصمیم بگیری. من راجع به اینکه تو باید خودتو بکشی یا نه چیزی نمیتونم بگم. نه توصیه بهت میکنم، نه نصیحتت میکنم. مهم اینه بیایم ببینیم راه حل‌های دیگه چی هست و رو اون راه حل‌های دیگه چجور میشه کار کرد. این اساس مصاحبه انگیزشی هم هست دوستان عزیز. این فقط راجع به خودکشی نیست. تو مصرف مواد هم اینه. ما راجع به مواد هم همینو میگیم. تو اگه دلت بخواد حق داری مواد مصرف. ولی اینم تبعاتشه، اینم مشکلاتشه. اگه این مشکلات رو نمیخوای پس بهتره مصرف نکنی. ولی ما زور بهت نمیگیم. صحبت زور نیست. نکته بعدی، هیچگاه از اصطلاح ژست خودکشی، خودکشی نمایشی یا شبه خودکشی استفاده نکنید. هم به بیمار پیام بدی میدید، هم به خودتون. توماس جوینر یادتونه؟ میگفت خیلی از افراد ژست خودکشیشون به تدریج به خودکشی واقعی تبدیل میشه. آره، برای اینکه اون ترسشون رو از مردن، احساس فاصله‌ای که با مرگ دارن و همچنین اون توان و افیکیسی رو در کشتن خودشون به تدریج افزایش میده و افزایش اون توان در کشتن خود باعث میشه که رفتارهای شبه خودکشی یا ژست خودکشی کم کم به خودکشی واقعی تبدیل بشه. مضاف به اینکه این یک نوع در واقع زیر سوال بردن توان بیمار هست. هیچ وقت نه خودتون اینجوری فکر کنید نه به بیمار منتقل کنید. پس سر امتحان بورد راند هم نمیای بگی که آره من فکر کنم یه سری حرکات نمایشی داشته، خودکشی های نمایشی بوده و الا این اگه میخواست خودش رو بکشه خب مقدار بیشتری دارو میخورد. چرا 10 تا خورده؟ فراموش نکنید ما همواره امبیوالنس داریم. حتی در نمایشی ترین خودکشی ها هم بالاخره یک نوع فکر به مردن هست، یا اگرم نباشه کم کم شکل کم کم اون طرف اونو به عنوان یه آلترناتیو چون هی محک زده، امتحان کرده و توش جلو رفته اتفاق میفته. این اصطلاحی است که نه روانشناسا بلکه تاریخ نگارها بهش میگن actualization of rhetoric. وقتی یه جا شعار میدی، حتی در حد هارت و پورت یه چیزایی میگی، کم کم توش گیر میکنی و مجبور میشی انجام بدی. دیدن خیلی از جنگ ها با همین حرکات نمایشی شروع شده. بذار یه بلوف بزنیم دشمن بترسه، بذار یه حرکتی بکنیم اونا یه ذره جا بزنن، ولی کم کم تو رو دروایشش گیر کردن، شرایط بسته شده و مجبور شدن خودشون رو بکشن. قصد بیمار برای خودکشی را تحقیر یا دست کم نگیرید، ولی بیشتر روی اون امبیوالنسش اشاره کنید.
میگه آره واقعا اقدامی که میخواستی بکنی مرگبار بوده، میدونم ممکن بوده و میتونستی خودتو بکشی، ولی فکر میکنم بخشی از تو نمیخواد بمیره، هرچند یه بخش دیگر واقعا میخواد بمیره و خیلی هم جدیه. بعضی مواقع روان درمانگرو یه اصطلاحی دارن به مریضا میگن Your brain wants to kill you or part of your brain wants to kill you، بخشی از مغزت میخواد تو رو بکشه. خب هر نظامی رو پیش بگیرید، چه نظام کلابوراتیو چه نظام اقتدارگرایانه یا ریداکشنیست، از قدم‌های اول شما ارزیابی خطر خودکشی است. یعنی بعد از شکل دادن به نوعی در واقع اتصال درمانی به کمک تکنیک‌های مصاحبه، شما باید یه ارزیابی بکنید که بیمار چقدر ممکنه خودش رو بکشه. قبل از اینکه ارزیابی رو شروع کنیم دقت کنید یک سلسله مراتبی وجود داره که اینها رو با هم قاطی نکنید. یه حالت هست که بهش میگن هوپلسنس، ناامیدی. احساس میکنم امیدی نیست، شرایط بهتر نمیشه، زندگی من بهتر نمیشه، در حالت بدی هستم، در حالت ناراحت کننده هستیم و شرایط داره بدتر میشه. یه پله بالاتر رو بهش میگن non-suicidal morbid ideations یا گاهی اوقات بهش میگن death ideations یا death wish یا non-suicidal morbid ideations. یعنی چی؟ یعنی افکار مرگ‌آلود غیر خودکشی. یعنی ای خدا آدم بمیره راحت شه، یه روز دیگه بخوابی دیگه بلند نشی، یه بیماری بگیری راحت شی، تو خیابون داری میری صاعقه بزنه بهت، حالا خوش به حال اونایی که آوار میریزه رو سرشون میمیره. به اینا میگن non-suicidal morbid ideations. وقتی ازش میپرسی خب تو که این آرزو رو داری آیا فکری هم کردی خودت به خودت آسیب بزنی؟ میگه نه، ولی پیش بیاد خوشحال میشم. به این میگن morbid ideation یا death wish. یه پله بالاتر میشه suicide ideation، یعنی افکار خودکشی، میخوام خودم رو بکشم، فکرش میاد، آرزوشو دارم، اگه بچه هم نبودن خودم رو میکشتم. و یه پله بالاتر میشه اقدام به خودکشی، suicide attempt، یعنی اینی که یه کاری بکنی که مرگبار باشه، مثلا رگتو بزنی، قرص بخوری، بری بالای پل وایستی پایین رو نگاه کنی بگی میخوام بپرم، بری یه جا جلوی مترو وایسی بگی الان میخوام خودمو بندازم جلوش. اینا همش سویساید اتمپت حساب میشه، یعنی هر موقع شما اقدامی کردی، یعنی فعل انجام دادی، از فکر به فعل رفتی، دیگه سویساید ایدیشن، سویساید اتمپت میشه. یه مقدار نیست مرز این دوتا مبهمه. مثلا شما فرض کن یه کسی که از خونه میاد بیرون میگه داشتم میرفتم مترو خودمو بندازم زیر قطار، تو خیابون این فکر رو داشتم، واقعا شما نمیدونی هنوز فکره یا عمله. میگی داشتم مترو میرفتم، میگه نه خب داشتم میرفتم خونه داداشم، ولی همزمان این فکرم بودم که برم مترو این کار رو بکنم. یعنی مرز این دوتا یه ذره مبهم میشه. حالا چرا اهمیت داره؟ تو آمار و اینها اهمیت داره که چند درصد مردم سویسایدال ایدیشن دارن، چند درصد سویساید اتمپت میکنن. ولی اونی که اتمپت میکنه یعنی اینی که نزدیک مترو شده میخواد بپره و بعد منصرف میشه، اونی که رفته بالای پل وایستاده میخواد بپره و بعد منصرف میشه. اینا همش اتمپت است. یا اینی که فرض کنید قرص میخوره و زنده میمونه، اینا همش اتمپت است. خب البته بعضیا میگن که خب مرز ایدیشن با اتمپت یه مقدار بلور میشه دیگه. اگه فرض کن بطری قرص رو آماده کردی، قرصا رو کوبیدی که بخوری، فکرشو داشتی، آیا اینم اتمپت حساب میشه یا حتما باید فعل رو انجام داده باشی؟ خب از رو پل پریدن لحظه که ول میشی قاطعا اتمپت دیگه، که خیلی از موارد مرگبار. ولی بعضیا میگن نه، همینی که فعل به منصه یه ظهور برسونی، به سمت فعل برسونی، این دیگه اتمپت حساب میشه. ولی حواستون باشه هر موقع میخواید این دوتا رو مرز بذارید یه مقدار به کرایتریاهاش دقیق تر بشید، که مثلا قرص خوردن یا اینی که محلول مرگبار درست کردن آیا اونم اتمپت هست یا نه. خب یه نظریه دیگه رو هم بهتره اینجا یه آشنایی مختصر باهاش داشته باشیم. بهش میگن نظریه Fluid Vulnerability Theory. Fluid Vulnerability Theory.
معنیش اینه که میگه که ما یک ریسک پایه خودکشی داریم بر اثر عوامل خطرساز، یعنی یک ریسک بیسلاین تو آدم ها داریم که فرق داره. که یادتون هست کرایتریاهایی رو تو ساعت قبل گفتیم، مثلا مجرد بودن، مثلا بیکار بودن، مثلا مصرف کننده الکل بودن، مثلا مطلقه بودن، مثلا از دست دادن بستگان، مثلا از نژاد خاصی بودن، مثلا پروتستان بودن در مقابل کاتولیک بودن. پس این ریسک پایه خودکشیه. نظریه فلوید ولنربیلیتی تیوری اینو میگه، میگه شما یک ریسک پایه خودکشی دارید که به واسطه اضافه شدن استرس یا تغییر شرایط به صورت حاد منجر به افزایش احتمال خودکشی میشه. پس نظریه فلوید ولنربیلیتی تیوری اینو میگه، میگه خودکشی از دو مؤلفه تشکیل شده، ریسک پایه به اضافه لحظه بحران، و میگه این هر دوتا احتمالاً باید باشن. یعنی کسی که ریسک پایه نداره تو لحظه بحران خودش رو خیلی کم احتمالش از بکشه، و جمع جبری یا شاید بگیم جمع ادیتیو این دوتا عامله که به فکر خودکشی منجر میشه. و شما وقتی میگی مدیریت خودکشی باید بدونی مدیریت هر دوی اینها مند نظر هست. یکی عوامل پایه رو کم کنی، مثل بیماری روانی، سوء مصرف مواد، اون حالت تنها زندگی کردن، داشتن اسلحه در خانه، و دیگری اون استرس های ناگهانی. پس ببینید وقتی صحبت از اپروچ به خودکشی میشه دو محور مد نظره، ریسک پایه به اضافه تغییرات حاد. و الان اون چیزی که بیشتر مد نظره فکر کنم اینه، برای اینکه ریسک پایه خیلی هاش روانپزشکیه، بیماری دو قطبی، بیماری اسکیزوفرنی، و مد نظر این سی دی ما نیست، برای اینکه ریسک‌های خیلی فراگیری هست. این سی دی ما بیشتر اون افزوده شدن استرس یا تغییر شرایطه که اون ریسک پایه رو به ظهور میرسونه. خب اینم نکته دیگه. حالا بیایم نگاه کنیم که ترتیب مصاحبه برای خودکشی بهتره با چه سوالاتی شروع بشه، ما چه سوالاتی رو بپرسیم و همینجور بریم جلوتر. خب برای شروع مصاحبه به نظر میاد همچین سلسله مراتبی از سوال کردن خیلی مناسب باشه. هم ارتباط درمانی حفظ میشه، هم بیمار شوکه نمیشه، هم بیمار یه جوری اذیت نمیشه، و شما به صورت قدم به قدم و آهسته مسئله رو باز میکنید بدون اینکه بیمار گارد بگیره یا سعی کنه که شما رو گمراه کنه. اینم خدمتتون بگم که این یه داستانی که بعضیا میگن اگه از مریض راجع به خودکشی سوال کنی، فکرشو میندازی تو کلش و باعث میشی اونی که به فکر خودکشی نبوده از شما بشنوه و بره خودشو بکشه، این خیلی دیگه مردوده. و سوال کردن در مورد خودکشی هیچ گونه افزایشی تو اقدام و فعل خودکشی و فکر خودکشی ایجاد نمیکنه. منتها ممکنه تراپیوتیک الائنس شما رو به هم بزنه، شما یه دفعه بی محابا به پریجلو و از یه نفر این سوالو کنی، ممکن طرف گارد بگیره، فکر کنی من دیوونم، فکر کنی من به ته خط رسیدم، فکر کنی من کی هستم مگه، فکر کنی تو کی هستی این سوالو از من میکنی، تو اگه جای من بودی این سختی هایی که من کشیدم یک هزارمش هم نمیتونستی بکشی. آره، برای اینکه این اتفاق نیفته و الائنس به هم نخوره همچین ترتیب سوالی مناسبه. اون مثلث هرم یادتونه؟ بهتره با این سوال شروع کنیم، یا این گونه سوال ها. خیلی وقتا مردم احساس افسردگی و ناامیدی میکنند و گاهی حس میکنند از زندگی سیر شدند. هیچ وقت شما نیز این گونه شده اید؟ ببین چند تا مفهوم توی این نوع سوال هست. یکی نرمالایز کردنه. خیلی وقتا مردم، یعنی فکر نکن فقط دارم از شما میپرسم، فکر نکن فقط سر تو اومده، خیلی از مردم ممکنه تو این شرایط و نرماله، تو این شرایط کانتکستواله، ممکنه از زندگیشون سیر بشن، ناامید بشن. پس قدم اول راجب ناامیدی سوال میکنید. اینم بهتون بگم که به جرئت میتونم بگم خیلی از این سوالات رو از افرادی بکنید که انتظارش رو ندارید جواب مثبت میگیرید. برای همینه این گونه سوال شدن، سوال کردن ببخشید، اتفاقا در پرایمری هلث کیر PHC مطرحه و معتقدن که پزشک عمومی هر مریضی که میاد، دیابت داره، نمیدونم سرماخوردگی داره، عفونت داره، هر مریضی که مراجعه میکنه این سوالات رو ازش بپرسید. و در واقع سوالاتیه که معتقدن از همه باید پرسید، نه فقط مریض روان پزشکی.
و اون مرکز مشاوره‌ای که برای دانشجویی که مشکلات تحصیلی داره یا مرکزی که برای زوج درمانی تشکیل شده مشاوره زناشویی میده، اونم باز باید این سوالات رو با این ترتیب بپرسه. اگه افراد گفتن بله، یه پله میری جلوتر. آیا هیچ وقت آرزوی مرگ کرده اید؟ این میشه چی؟ Non-suicidal morbid ideations. خب اگه گفت نه اینجوری، خب اینجا متوقف میکنید. ولی اگه نبود، یه پله میریم پایین تر. اگه بود، هیچ وقت فکر آن را هم داشته اید که به خود آسیب برسانید و زندگی خود را پایان دهید؟ این میشه suicide ideations. پس ببینید با سه سوال که در واقع این مرحله اسکرین هست، مرحله غربالگری است، شما برای خودکشی غربالگری میکنید. این سه سوال یا شبیه این سه سوال رو خیلی جاها معتقدن همه باید بپرسن تو هر مرکزی به هر دلیل نشستی. و عجیبه که از این راه ممکنه یه تعدادی از افرادی که فکر خودکشی دارن رو شما بتونید پیدا کنید. من در سیدی قبل بهتون گفتم که خیلی از افراد، حدود 75% اونایی که خودکشی میکنن، در ماه قبل از خودکشی، در طی ماه قبل از خودکشی، یک پزشک جی پی خودشون، پزشک خانوادهشون رو ملاقات کردن. جالبه این رقم برای روز قبل از خودکشی 20%. یعنی 20% آدمایی که خودکشی میکنن روز قبلش دکتر دیدتشون، ولی هیچ وقت این سوالات رو ازشون نپرسیدن. خب میریم جلو، قسمت دوم. اینجا بهتره دیگه صاف نری که خودکشی رو پیش رو بگیری. سوال چهارمی که تو این سلسله مراتب میکنی یا مجموعه سوالاتی که بعد از اینا، بعد از اسکرین میکنی، اینه: چه شده بود که این گونه افکاری داشتید؟ چه پیش آمده بود؟ در مغزتون چی میگذشت؟ این یک سوال بازه، یک open question، سوال بازه، و کمک میکنه به شکلگیری therapeutic alliance. برای اینکه شما اینجا حس کردید اوضاع بیریخته، اوضاع خطرناکه، پس من بهتره یه ذره سعی کنم therapeutic alliance رو افزایش بدم. پس به جای اینکه صاف بپرم سوالات بعدی رو بپرسم کجا، که چه جوری، قبلا خودتو کشتی یا نه، بهتره یه ذره سوال باز بذاری. چی شده بود که این فکرها تو سرت اومده بود؟ برای من از زندگیت بگو، برای من از مشکلاتت بگو، برای من از اون درد روانیت بگو. پس سوال باز مرحله بعد میشه. بعد از اینکه یه مقدار با هم آشنا شدید، یعنی او، شما با او آشنا شدید، او با شما آشنا نمیشه، یک طرف است، و مشکلات بیمار رو درک کردید، امپاتی کردید، جهان بیمار رو فهمیدید، سوالای بعدی رو میکنید. سوالای بعدی تمرکز روی سابقه اقدام داره. یعنی ببینید، صاف نمیای الانو بپرسی ها، میگن یه ذره برو عقب، دنده عقب بگیر، گذشتهش رو نگاه کن. آیا تاکنون به خود آسیب زده اید؟ آیا قبلا سعی کرده اید خود را بکشید؟ اینا چیه؟ اتمپته. سویساید اتمپت. یعنی تو پله داری میری بالا، اتمپت قبلی رو میپرسی. پس ترتیبش رو دیدین؟ ناامیدی، افکار مرگ، افکار خودکشی، سوالات باز در مورد مشکلات زندگی، و بعد اتمپت یا اقدامات قبلی. چند بار تاکنون سعی کرده اید خود را بکشید؟ چند دفعه رفتی بالای پل خودتو بندازی پایین؟ چند دفعه رفتی تناب خریدی به سقف وصل کردی خودتو حلق آویز کنی؟ چند دفعه سم ریختی تو لیوان بخوری؟ اصلا خوردی بعد بردنت بیمارستان؟ اولین بار چگونه بود؟ این اولین بار اهمیت داره. خیلی ها اصرار دارن که اولین بار رو بپرسید. اولین بار چگونه بود؟ کی بود؟ چی کار کردید؟ میخواستید بمیرید یا امیدوار بودید اتفاق بهتری بیفته؟ پس چگونه بوده، کی بوده، چی کار کردید و چه انتظاری داشتید؟ آیا همون اول بار انتظار داشتی بمیری؟ یعنی ببین، یه نوعی داری هدف، میزان میل به مردن و اون امبیوالنس رو در دفعات قبل هم میپرسی، چون گارد در مورد دفعات قبل کمتره. یعنی وقتی شما با یکی تازه آشنا شدی، راحت تر میتونی سابقه اقداماتت رو بگی، ولی همین الان یه ذره باید اون الائنس تقویت بشه. خب پس این شد مجموعه سوالات سابقه اقدام. سوال بعدی واکنش به نتیجه است. اینم مهمه به چند دلیل. ساختار فکری بیمار رو درک میکنی، امبیوالنس بیمار رو درک میکنی، میزان میل به خودکشیش رو درک میکنی، و در این حال بازم عمق ارتباط درمانی therapeutic alliance رو بهتر میکنی. بعد زنده موندن چه احساسی داشتی؟
مثلا بعد که از جای پریدی و بعد زنده موندی، سم خوردی بردن بیمارستان لقمان، شما رو شستشو دادن، اینا همه چی اتمپته. بعد که به هوش اومدی چی شد؟ تعدادی لوراسپام خوردی که بیدار نشی، ولی صبح بیدار شدی. بعدش چه احساس داشتی؟ احساس کردم خوب شد نمردم، احساس کردم دوباره برگشتم به زندگی، من چرا زنده موندم، پرخاش کردم بین اون، چرا منو نجات دادین، چرا منو آوردین اینجا، من الان دوباره باید خودمو بکشم. یکی از عواملی که پیشاگهی رو بد میکنه و باعث میشه شما خیلی خودکشی رو باید جدی تر بگیرید، آدمایی هستن که تو اقدامات قبلیشون میگن بعد از زنده موندن احساس خیلی بدی داشته، حتی اس کردیم خاک بر سر من، حتی خودم رو نمیتونم بکشم، ای خدا چرا باید زنده بمونم، چرا باید برگردم. این یه علامت پیشاگهی کننده خطرسازه. در مقابل عده‌ای هستن که میگن راست شو بخوای خوشحال شدم، راست شو بخوای حس کردم حیفه. خیلی از افراد که میخوان سم بخورن سریع میخورن، بعد میرن زود بالا میارن، میگن تو همون لحظه که داشتیم میخوردیم پشیمون شدیم، یا خواستیم بپریم تو اون لحظه که پریدیم دوباره دستمون رو گرفتیم و برگشتیم. یعنی اتمپتشون رو خودشون متوقف میکنن. پس واکنشت چی بود؟ سوال بعدی، یادتونه بک گفته بود که یکی از بهترین پیش بینی کننده ها شدیدترین اقدام خودکشی قبلیه. میگه راجع به اون بپرسین. worst attempt، شدیدترین اقدام. توماس جوینر هم اگه یادتون باشه بر اساس نظریه اون، اگه شما کار خیلی خطرناک کردی، پس از اون خطرناکتر رو میتونی بکنی. معمولا خطرناکترین خودکشی مهمترینه. اولینش خیلی مهمه، خطرناکترینش هم مهمه. پس راجع به worst attempt بپرسید. ترتیب سوالات رو میبینید. اینجاست برمیگردیم به زمان حال. یه مقدار تراپیوتیک الائنس پیدا شده، راجب اقدامات قبلیش حرف زده، راجب واکنشش فهمیدیم، یه مقدار امپاتی کردیم، به زمان حال برمیگردیم. اکنون نیز این گونه افکار رو دارید؟ سویسایدال آیدیشن حال. درباره این که چگونه خود را بکشی فکر کردید؟ آیا نقشه داری؟ آیا پلان داری؟ یعنی افکار خودکشی فعل، آیا این افکار می آیند و می روند یا پایدار هستند؟ یعنی می خواهی بدونی که در حال حاضر چقدر فکر خودکشی براش منسجمه، مرتبه، پایداره، لحظه‌ایه، و اینکه چقدر ذهنش رو مشغول کرده. پس این میشه افکار خودکشی در زمان حال، سویساید آیدیشن. ببینید سویساید آیدیشن رو بهتره بعد از اتمپت‌های قبلی بپرسید. میاییم سوالات بعدی. شد مجموعه 4. آیا برای کشتن خود نقشه و برنامه نیز داری؟ کاری کردید؟ این میشه نقشه و برنامه، سویساید پلان. پس پله بعد راجع به پلان میپرسی. پله بعد آیا به روش، به اون روش اشاره میکنی؟ مثلا اینجا میگه که آره میخوام خودم رو حلق‌آویز کنم. آیا طناب خریدی؟ آیا تو خونتون جایی هست؟ آیا میگی میخوام خودم رو مسموم کنم؟ قرص برنج خریدی؟ آره. پس این میشه در واقع پلان بعدی. چی باعث شده این کار خودکشی را نکنید؟ سوال مهمیه. این در شکلگیری الائنس و مشاوره های بعدی کمک میکنه. ببین اینجا نمیپرسی، تاکید روی نمیذاره چی شده میخوای خودتو بکشی. سوال خیلی خسته کننده است. زدشو بپرسی. چی شده تا حالا خودتو نکشتی؟ و اینجا خیلی بهتر جواب میدن و جواب ها خیلی آموزنده داره. مثلا میگه خیلی ساده است، برای اینکه همش مامانم خونه بود. خیلی ساده است، میگه میدونی هنوز بدهی دارم، میخوام بدهی ها رو بدم. بچه ها خونه بودن، نمیخوام بچه ها بی مادر بشن، نمیخوام بچه ها بی پدر بشن، گذاشتم ایام محرم بگذره. یعنی چی شده خودت رو نکشتی؟ سوال خوبیه. و چه چیز هنوز شما را زنده نگه داره؟ اینا سوالات بعدی ما رو مشخص میکنه. خب دیدید سلسله مراتب رو حرکت دادیم. خب میدونید اتمپت هر چقدر جدیتر، هر چقدر شدیدتر باشه مهمتره. بعضی اتمپت ها فقط یک بیهیویر خیلی ملایمن، رفتم اونجا اومدم شربت سر بکشم گذاشتم زمین. بعضی قشنگ خورده. همه اینا تو مجموعه از اتمپت ها قرار میگیره. هر جا به فعل رسید بر اساس نظریه جوینر، یعنی ما یه مرحله یا یه مانع رو رد کردیم و اقدام جدی تر شده.
خب چند تا آمار دیگر رو نگاه کنیم. 25% بیمارانی که خودکشی شدید کردند 5 دقیقه قبل تصمیم گرفتند و در 70% تصمیم برای اون ظرف 1 ساعت قبل گرفته شده. این چی رو به شما میگه؟ یعنی وقتی آدمایی که اتمپت کردن ازشون پرسیدن کی تصمیم گرفتی خودتو بکشی، 25%شون گفتن 5 دقیقه قبل. داشتم میرفتم یه لحظه دیدم ایستگاه مترو، رفتم پایین جلو مترو ایستادم پریدم. 70% گفتن 1 ساعت قبل. اون vulnerability hypothesis یادتونه؟ fluid vulnerability hypothesis که یک ریسک پایه وجود داره، یه اتفاقی میفته و سریع یه پیک افکار خودکشی و اقدام پیدا میشه. به همین دلیل گفته میشه که خودکشی بسیار ایمپالسیوه. یعنی درسته شما زمینش رو داری، استعدادش رو داری، ولی به فعل رسیدنش یه تکانه است، یه لحظه برداشته شدن مهاره. و این به نظر من یه آمار بسیار تعیین کننده توی روان درمانی و مشاوره خودکشی. 70% 1 ساعت قبل، یعنی تا 2 ساعت قبل فکرش رو نداشته و تصمیمش رو سریع گرفته و اقدام کرده. برای همین خواهیم دید که برخی از مداخلات روی همین آمار خیلی سوار هستند. مثلا اینکه شما دسترسی داشته باشی خیلی تعیین کننده میشه. یعنی در نظر بگی 5 دقیقه قبلش به این فکر بیفتی خودتو بکشی، هیچ کس هم خونه نباشه و اسلحه تو خونه باشه، امکان خودکشیت خیلی میره بالا. و در اون نظریه در واقع vulnerability اشاره میکنه که خواره درسته شما باید ریسک پایه رو برطرف کنی، ولی اون پیکای ناگهانی است که بیشترین سرنوشت رو تعیین میکنه. 75% افرادی که خودکشی کردند دیگر به اون اقدام نمی کنند. اینم آمار دیگری است. یعنی وقتی شما یه بار اقدام کردی به احتمال بسیار زیاد دیگه به اون اقدام نخواهی کرد. اکثر مردم تک اقدامه هستند. و اون طرف هم یادتون هست همون آمار رو به صورت اون طرفیش هم داشتیم که در واقع 2/3 اونایی که میمیرن بر اثر خودکشی با اقدام اولشون میمیرن. پس به نوعی شما رفتار رو ایمپالسیو اینجا میبینید. 75% که خودکشی کردن دیگه اقدام نمیکنن. اون 25% دیگه بستگی داره. یه درصد کمی از اونها هستن که کرونیک سویسایدر میشن، یعنی دیگه هر ماه اقدام میکنن. اونها واقعا به نظر میاد یک صنف جدا رو تشکیل میدن. خب باز یه آمار دیگه از آمریکا نگاه کنید. میگه تنها 1/3 افراد خودکشی کننده در آمریکا در سال قبل با متخصصان بهداشت روان، روانپزشک در تماس بودند. پس میبینی بیشتر اونها تو اون یکی آمار گفتیم تو ماه قبل 75%شون یه نفر جی پی دیدتشون یا یه درمانگر غیر روانپزشک دیده. از اون طرف داریم میگیم که 1/3 فقط تو سال قبل و نه تو ماه قبل فقط روانپزشک دیدتشون. معنی ساده ترش اینه که گلوگاه های خودکشی خیلی دست روانپزشکان نیست. بیشتر خودکشی هایی که تو سطح جامعه اتفاق میفته به ما روانپزشکا هنوز نمیرسه. برای همین خط مقدم اینها بهتر آموزش داده بشه که پزشکان عمومی، پرستاران، مددکاران، روانشناسا و مشاوره باشه و با این سوالاتی که خدمتتون گفتم شما که روانپزشک هستید به اینا آموزش بدید که اسکرین کنن و موارد رو که پیدا کردن تخمین شدت بزنن و اگه لازم شد ارجاع بدن. پس میبینی خیلی مواقع وقتی به ما میرسه دیگه مریض کرونیکی است که معمولا چند تا اقدام قبلی داشته. خب برای اینکه این مسئله اهمیت داره خواستم یه مقاله ای رو که باز توماس جوینر نوشته، جزء نویسندگانش هست، که یه بررسی کرده که میزان ریسک خطر رو توی اونهایی که به خطای تلفن زنگ میزنند، به این هاتلاین ها خطای امداد زنگ میزنند، بررسی کرده. فکر کنم یه چند دقیقه به این نگاه کنیم، چیز بدی نیست. تو 2010 چاپ شده، Journal of Clinical Psychology Assessing Suicide Risk Among Callers to Crisis Hotlines، که میگه حتی شما رو در رو نیستی، یه آدمی که زنگ زده شما از پشت تلفن چگونه خطر خودکشی رو تخمین بزنی. چون میدونی خطای تلفن زیادی برای این منظور وجود داره و یک میزان تخمین منطقی باید از خطر خودکشی باشه. اونایی که خطرشون پایین تره خب میگن برو پیش مشاور، سعی کن به یک درمانگر، مددکار،
روانشناس، پزشک مراجعه کنی. اونایی که خیلی شدیدتره میگن همونجا باش، همین الان آمبولانس میفرستیم، یا حتی اگه لازم شد همون لحظه یه تیمی هستن که میرن و آدرس طرف رو پیدا میکنن، خطش رو ردیابی میکنن و او رو در واقع میگیرن به نیت اون برخورد منفعلانه که میگیریم میندازیمش تو آمبولانس میبریم مرکز درمانی. خب وضعیت پیگیری تماس گیرندگان رو نگاه کنید. یه مطالعه بوده که 1085 نفر رو اومده پیگیری کرده، یعنی 1085 نفری که به این هاتلاین زنگ زدند و 1 تا 4 هفته بعد یه درصدیشون رو، حدود 35 درصد رو فالو کرده که ببینه سرنوشت اینا چی میشه و کیا امکان اقدام دارن و کیا افکارشون میمونه و کیا افکار از سرشون میفته. پس یکی که زنگ زده از این 1085 نفر، یه درصدشون اقدام میکنن، یه درصدشون افکارشون بعد یه ماه میمونه، یه درصدشون اصلا دیگه به اون افکار توجه نمیکنن. خواسته ببینه چه سوالاتی خیلی تعیین کننده است و شما اگه وقت داشته باشی فقط 2-3 تا سوال بپرسی، اون سوالات اصلی باید چیا باشه. اینا بیشتر برای اونایی که تو این هاتلاین ها نشستن، خطای تلفن مرکز مشاوره نشستن، این مقاله اهمیت داره. دیده بود که در واقع عوامل خودکشی به 2 کلاستر تقسیم میشند، پیشاگهی های خودکشی. پس 2 محور عمده برای بررسی خودکشی دارید وقتی شما میخواید غربالگری کنید. یکیش میگن محور RPP، Resolve Plans and Preparations. Resolve Plans and Preparations، برنامه های نقشه های مصمم برای خودکشی، آمادگی و نقشه های مصمم برای خودکشی، RPP. قسمت دیگه SDI که میشه Suicidal Desire and Ideations، افکار و آرزوهای خودکشی. مجموعه این دوتا رو در قالب 10 سوال از پشت تلفن از بیماران میپرسند. این 10 سوال جز سوالای استانداردیه که این هاتلاین ها در واقع این سوالات رو میپرسند. من این در واقع چند تا سوال رو که من اینجا هست، 12 تا سوال هست در اصل، برای شما اینجا در واقع یه مرور سریع از این 12 سوال میکنم. در روز چقدر به خودکشی فکر میکنید؟ طرف جواب میده گذرا یا مرتب. آیا قادر به کنترل افکار خودکشی هستید؟ اینا سوالات اسکرینه. بله، خیر. آیا میتونی مثلا به خودکشی فکر نکنی؟ میگه نه دیگه، دست خودم نیست، همش فکرش میاد. یا اینکه آره، سعی میکنم بهش فکر نکنم، خودم رو مشغول نگه میدارم. قبل از زنگ زدن یا الان به خودت آسیبی زدی؟ بله یا خیر. یعنی تو همون چند لحظه الان که به ما زنگ زدی، مثلا خودتو مجروح کردی، سمی چیزی خوردی، قرصی خوردی؟ آیا برای کشتن خود یا آسیب زدن به خود نقشه کشیدید؟ بله یا خیر. فکر میکنید به غیر از خودکشی راهی برای حل مشکلاتون وجود داره؟ بله یا خیر. آیا طی عمر خود اقدام به خودکشی کرده اید؟ بله یا خیر. وقتی به کشتن خود فکر میکنید واقعا چقدر میخواهید بمیرید؟ 1 تا 5 نمره بدید. اینا سوالات کمی هست، از طرف میخوان که نمره بده. 1 خیلی کمه، 5 خیلی زیاده. چقدر امکان دارد که نقشه ها یا فکر های خودکشی رو عملی کنید؟ یعنی خود طرف هم میتونه تخمینی بزنه که من اون کار رو خواهم کرد یا نه. در حال حاضر چقدر احساس بدبختی، رنج یا دلشکستگی میکنید؟ اگر وضعیت فعلی شما تغییر نکند چقدر میتوانید تحمل کنید؟ خیلی کم، خیلی زیاد. البته ببین مثلا این شمارهش معکوس ریت میشه. تا چه حد حس میکنید که امیدی به بهبود وضع شما نیست؟ باز 1 تا 5. دیگر نمیتونم ادامه بدم. چقدر در مورد شما این جمله صادقه؟ پس ببینید اگر شما تو اورژانس نشستید شاید این اسکرینر بدی نباشه که 12 تا سواله و یا این سوالات رو بپرسید یا حول و حوش این از بیماران بپرسید. جالب بود که بیشترین در واقع ارتباط با مسئله خودکشی در واقع تو 2 کلاستر سوار شد. Resolve Plans and Preparations، یعنی نقشه های مصمم و آمادگی برای اقدام، و دیگری Suicidal Desire and Ideation. خب اقدام قبلی، داشتن نقشه، یا اینکه همون لحظه کاری کرده باشی، یعنی این سوالات رو نگاه کن. آیا قبل از زنگ زدن آسیبی زدید؟ آیا برای اون نقشه کشیدید؟ آیا طی عمر خود اقدام به خودکشی کردید؟ این 3 تا سوال، 2، سوال 3، سوال 4 و سوال 6
میره و این کلاستر رو روشن میکنه. Resolve plans and preparations. بقیه سوالات در مورد suicidal desire و ideations هست. خب وقتی این مقاله رو نگاه میکنید متوجه میشید که در واقع هر دوی اینا تا حدی ممکنه تعیین کننده باشند، ولی بیش از همه این سه سوال هست که در مورد اقدام به خودکشی بعد از تماس طی یک ماه تعیین خواهد کرد. پس اگه بخوام بپرسن سه تا سوال کلیدی که به شما مشخص میکنه شما طی ماه آینده خودت رو میکشی یا نه، این در واقع نه سوال ایدیشن، چقدر میخوای خودتو بکشی، چقدر روش کنترل داری، اینا نیست. ببین همه اینا با سویسایدال دیزایر ارتباط داشته، ولی سویسایدال دیزایر نهایتا حتی با اتمپت اقدام در طی ماه رابطش منفی شده، یعنی به تدریج رابطش حذف میشه. ولی داستان اینی که بعد از یه ماه هنوز بخوای خودتو بکشی، بهترین سه سوالی که اون رو روشن میکنه ایناست. قبل زنگ زدن یا الان تا حالا به خودت زدی، یعنی همین که داشتی میومدی اقدام کردی، آیا نقشه داری و طی عمرت اقدام کردی یا نه؟ پس سه سوال کلیدی که خیلی شما رو نگران میکنه بیمار رو تو اورژانس نگه داریم و ادمیتش کنیم، معنیش بی اثر بودن اون یکی سوالات نیستا، ولی اون سه تایی که خیلی مهمه ایناست. قبل اینکه بیای مثلا تو همین یه ساعت قبل کاری کرد، میگم می‌خواستم از ماشین بپرم پایین، آره تیغو برداشته بودم بزنم به دستم، نقشه‌ای داشتی؟ آره رفته بودم رول پلاک آورده بودم، چهارپایه گذاشته بودم تناب درست کنم، یا طی عمر چیکار کردی؟ اینا بیش از همه تو هات لاین ها در واقع روشن کننده است. خب اینا سیستم تریاج بود، سیستمی که تعداد زیادی آدم زنگ میزنن و شما میخوای قربال کنی، فیلتر کنی، پرخطرها رو سریع تو اورژانس پذیرش کنی. اما روش های دیگه هم هست که بیشتر کلینیسیان ها، بیشتر مشاور ها، روانشناس ها اونا رو ابداع کردن. بیایم یه نگاهی به چند نشانه هشدار دهنده بندازیم. کلینیسیان ها میگن وقتی تو صحبت های بیمار، تو جلسات مشاوره، تو جلسات رواندرمانی، تو ویزیت ها این جملات رو دیدید، یه ذره راجع به خودکشی حساس شید. حتی تو ذهنتون باشه نکنه این فکر خودکشی داره ولی به من نمیگه. پس اینا سوالاتی هست که یه ذره باید شما رو مشکوک کنه، گارد بگیرید. این سوالات یا هشدار دهنده ها رو تو چند محور طبقه بندی کردن. مثلا یه محورش اینه، صحبت با محتوای گذشته. حالا بیماری که این مرتب داره میاد پیش شما، داره دارو میگیره برای درمان افسردگی، شروع میکنه همچین صحبتهایی میکنه. پس تم اول، ببینید تمهای مختلف گذاشتم، پنج تم گذاشتم. تم اول صحبت با محتوای گذشته. مثلا میاد اینا رو میگه، زندگی خوب بود، زندگی خوبی بود، کودکیم خوب بود، یادش به خیلی، دبیرستان خیلی خوب بود، اون زمان مردم مهربون بودن، اون اوائل زندگی خیلی شیرین، اوایل ازدواجمون اصلا غم نداشتیم، یادش به خیر عیدها خیلی خوش میگذشت. یعنی شما نگاه میکنین یه نوعی یه دفعه فلشبک کرده به گذشته. این لزوما معنیش خودکشی نیست، ولی شما باید نگران باشید و نوعی شیفتگی و سرخوشی در سیر به گذشته داره. یعنی شما حس میکنید وقتی داره راجع به گذشته صحبت میکنه سرحال شده، میدونی دکتر یادش به خیر چه جوانی بود، چه ورزشی میکردیم، میرفتیم بیرون، این میدون چیز هست، اون زمان یه مغازه بود، میرفتیم دم این با دوستامون، اون موقع نامزد بودیم، چقدر خوش میگذشت. یعنی به نوعی به نظر میاد یک نوع نوستالژی و فکر شیفتگونه به گذشته. اینجا شما گارد بگیرید. محور دوم، صحبت مبهم با محتوای آینده. مثلا ببین همچین چیزهایی میگه، لابد یه چیزی میشه دیگه، خب اگه آدم بخواد خب شاید اتفاقی بیفته، نمیدونم آینده حالا شاید جور دیگه ای بشه. منتها دقت کنید این داستان امیدواری نیست، چیزی که هست بیشتر بیتفاوتی و نوعی انصرافه که محتوا رو نگران کننده میکنه. یعنی طرف این نیست که به آینده امید داره و چشمش به آینده است، افقش به آینده است، یه جوری حالت وادادگیه، ای ببینیم چی میشه. وقتی صحبت میکنه احساس میکنی یک صحبت مبهم در مورد آینده داره. ای دکتر
حالا چه خدا رو چه دیدی؟ شاید درست شد. خدا رو چه دیدی؟ شاید ما یه روزی از این بیماری خلاص شدیم. خدا رو چه دیدی؟ حالا آینده همینجوری شاید نمونه. نمیگه اسپسیفیکلی آینده میخوام این کارو کنم. یه جوری احساس میکنی شما به یه حالتی بی‌تفاوت و انصراف، رزیگنیشن، که حالا محول کرده به نسل بعد، به آینده. اصطلاحا میگن صحبت مبهم با محتوای آینده. گروه سوم از نشانه های هشدار دهنده، صحبت داله برای این که مسائل رو رتق و فتق کرده، مسائل حل شدن. همیشه میخواستم برای فرزندم ماشین بخرم، الحمدلله خریدم. منزلم رو به اسم بچه‌ها کردم، الحمدلله همه بدی‌ها رو تسویه کردم. این بچه رو به سرانجام رسوندم. شما احساس میکنی یک نوعی سبکی از مسئولیت و دلبستگی های زندگی شکل گرفته. دیگه به نظر میاد علکشو آویخته، دیگه یه به نوعی تمام کاراش رو کرده و این شما رو گول نزنه که اوه چقدر خوب، پس همه کارت کرده. آره دیگه، اون خونه رو به اسم این کردم، بدهیام هم دادم، خیلی احساس سبکی دارم، حس میکنم دیگه واقعا همه مسئولیت ها رو انجام رسوندم، دیگه واقعا حس میکنم باری رو دوشم نیست. شما رو گول نزنه. پس دسته سوم صحبت هایی که مسائل حل شدن و دیگه انجام دادم، دیگه آرزو ندارم، دیگه حسرت ندارم، دیگه حس میکنم بدهی به کسی ندارم. این شد دسته سوم. دسته چهارم نوعی شعاردهی مبهم و نامفهوم، یک نوع آرمانگرایی، یک نوع ایدئالیزمی که یه حالت مبهم داره و شما احساس میکنی با بغض همراهه. این نقطه چینایی که گذاشتم بیشتر نشون دهنده تغییر هیجان، تغییر بغض. احساس میکنی یه جوری صداش دورگه میشه، صداش عوض میشه. مثلا چی میگه؟ یه روز حقیقت آشکار میشه. چی؟ یه روز همه چی درست میشه. نوبت ما همه خدا میرسه. این شما حس میکنی با یک تأسف، حسرت، یک احساس هیجانی شعارهای راجع به آینده میده. نوبت ما هم یه روزی میرسه. اگه زنده بودم یه روزی بهت ثابت میشه. آره یه روزی همه چی درست میشه. اون لحن مبهم، نامفهوم و حتی طعنه آمیزشه که باید توجه بگیری. آره یه روزی بالاخره نوبت ما هم میشه. دنیا اینجوری نمیمونه. آره یعنی احساس میکنی که یه جوری رفته تو اون حالت خلسه، آره ثابت میشه، بعد من همتون میفهمید، و این یه ذره باید شما رو نگران کنه. عامل پنجم میگن تغییرات به خصوص توی تماس چشمیشه، یعنی جلسه‌ای که حس میکنی به شما نگاه نمیکنه، عدم تماس چشمی، خیره شدن به نقطه‌ای در فضا. یه جوری این احساس میکنی که به یه نقطه تو فضا خیره شده. تو جلسه مشاوره که شما نشستی داره به یه نقطه دیگه خیره میشه. آره بعد این حرفا رو هم میزنه، گذشته خیلی خوب بود، اون موقع احساس میکردم زندگی شیرین بود، ای بابا حالا یه چیزی میشه دیگه، دنیا اینجوری نمیمونه، بالاخره کوه به کوه نمیرسه ولی آدم که به آدم میرسه، بالاخره خدای اون بالا هست، حق ما رو خواهد گرفت، کوچه ما هم یه روزی عروسی خواهد بود، شما میبینید ثابت میشه بهتون، داره با یه نقطه‌ای هم خیره میشه. خیره شدن به پشت سر درمانگر، یه جوری شما اونجا هستی حس میکنی شما رو نگاه نمیکنه، تماس چشمیش داره از پشت شما رد میشه. تماس چشمی با شما داره ولی موقعی که داره این حرفا رو میزنه قطع میشه. اینم علامت میگن نگران کننده ایه، یعنی داره به شما نگاه میکنه، بله قرصا رو خوردم، بله اینجوری، آی دکتر من تا کی باید قرص بخورم، من فکر کردم یه روزی درست میشه، اینجوری هم نمیمونه، ما هم سهممون رو از زندگی میگیریم، ما هم خدایی داریم، بالاخره اون آدمایی که به ما بدی کردن اونا هم انتخاب میکنن. بله یعنی بعد به شما نگاه میکنه، یعنی یه لحظه میره اونور، به نظر میاد اون لحظه‌ای که این محتوای هیجانی هست داره به نوعی امبیوالنس به زندگی پررنگ میشه، به همین دلیله که تماس چشمی میگن در اون لحظه مختل میشه. اینو یه تعداد از این سویسایدولوژیستا به عنوان تجربه بالینیشون گفتند.
یعنی اون لحظه‌ای که احساس می‌کنند تم رومانتیسایز کردن، تم به نوعی هیجانی کردن آینده است، نوستالژیک به گذشته است، به نوعی شعار دادنه، داره دیتچ میشه و در اون لحظه تماس چشمیش با شما مختل میشه. عده‌ای از مشاورا و روان درمانگرا معتقدن این علائم رو جدی بگیرید. حالا اینا قطعی نیست دوستان، دقت کنید قطعی نیست، ولی یه سری علائم هشدار دهنده است. به خصوص اگه نگاه کنی ممکنه خیلی جالب باشه. آره ببین یارو بالاخره چه آدم مثبتی شد، یا چقدر راجع به گذشتهش حرف زد با ما. این گولتون نزنه. یعنی گاهی اوقات اینا اون تغییر عاطفی و هیجانی است که داره این آدما رو به سمت خودکشی در واقع سوق میده و به نوعی در واقع اون تماس چشمی شاید خیلی گویا باشه. البته یه نکته عجیب هست، این رو من در یک مقاله خوندم که راننده های مترو میگن اونایی که میخواستن جلوشون بپرن تو لحظه قبل از پریدن یک تماس چشمی چند ثانیه‌ای ممتد برقرار کردند و این هم یه معماست. یه عده دارن روی این کار میکنن که آیا اینا راست میگن یا اینجوری یادشونه. میگه یارو قبل از اینکه بپره همینجور سرش پایین بود، نزدیک که شدم اینجور به من خیره شد، بعد همینجور که به من خیره بود پرید. این میگم نیاز به اثبات داره، ولی اگر این صحت داشته باشه، حتی اون راننده ها میگن اگه کسی دیدیم تو لحظه اومدن به ما خیره شده ما سرعتمون رو کم میکنیم، میگیم این بو میده، این میخواد بپره، این مشکوکه. حالا اگر این واقعا راست باشه، یه عده اینو میگن در اون لحظه اون امبیوالنس نهایی است که بریدن از زندگی و در این حال دوباره یک نوع کامیونیکیشن عاطفی با یک انسان دیگه، و همین دلیل در لحظه درست قبل از اتمپت یه عده میگن این شعار تماس چشمی خیلی پررنگ میشه، ولی در جلسات مشاوره میگن تماس چشمی در لحظه‌ای که در مورد این امور داره فکر میکنه یه مقداری مختل میشه. خب حالا اینا من ریفرنس‌هاشو براتون گذاشتم، میتونید مطالعه کنید. میگم حالا یه عده هم میگن اینقدر هم خیلی تو این دیتیل نرید، شما همون ریس فاکتورها رو نگاه کنید و فرض رو بر این بذارید. سوالاتی که توی اون غربالگریه خیلی مهمتره، قبلا اقدام کردی یا نه، نقشه داری یا نه، تو همین چند ساعت قبل اقدامی در اون سمت ورداشتی، مثلا رفتی چیزی بخری، نمیدونم چاقوی رو تیز کنی، نمیدونم تنابی رو بری از انبار بیاری، اینا اتمت های شروع اقدام و اتمت هست. خب تا اینجای مبحث مسئله ارزیابی بود. توی ساعت بعد میخواییم قسمت مداخله شما برای پیشگیری رو پی بگیریم. یعنی وقتی شما همچین حالتهایی رو دیدید اقدامتون چی باشه؟ چه تکنیکایی وجود داره که بعد از ارزیابی و وقتی احساس کردید خطر بالاست، حالا من چه مداخلاتی انجام بدم؟